فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از آن که دور تازه سفرهایش را به کشورهای منطقه آغاز کرد، در نخستین توقف در انقره با معاون وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. وزارت خارجه ترکیه میگوید که دو طرف از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات صلح در دوحه استقبال کردند. مذاکرات وارد مرحله جدید خود به زودی خواهد شد. اولویت ما به خاطر آرامش مردم افغانستان و همچنان به خاطر اعتماد سازی بیشتر میان طرفین رسیدن به یک آتش بس جامع خواهد بود. ما طرفدار صلح هستیم، طرفدار آتش بس هستیم، یعنی میخوایم جنگ تمام شود. اگر جنگ تمام نمیشه ما در این شرایط این روند بر ما قابل قبول نیست. در همین حال زلمه خلیلزاد در صفحه توییترش نگاشته است که به دوحه نیز می رود تا دو طرف را برای رسیدن به یک توافق سیاسی و آتش بس کمک نماید. غربت خبره چه قدر حکومت غشتنه ده و در اسلامی نظام خبره چه قدر طالبان غشتنه ده. در دوال خبری چی دی؟ آقا در جنده پرست که در ایسی چرا سی؟ چگونگی مشارکت سیاسی طالبا در تشکیل دایره قدرت سیاسی افغانستان چگونه خواهد بود؟ معلوم دار است که این بس به اداره بعدی آمریکا محول خواهد شد. اما با وجود خواستهای مکرر مردم برای تأمین آتش بس، خشونت ها همچنان در کشور ادامه دارند. چنان که در انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده شام دیروز در گردیز، جان 3 سرباز را گرفت و نزدیک به 20 زخمی بر جا گذاشت. دوی پلا هم و نخلی منگا کشفی طول را پرونه وایی که دغر موت موتر بم به ذریعه باندی دوی بیگاش پا دیگر دیز خار دغر خوص لین باندی انفجار ورکل. حکومت طالبان را به کشتن 134 غیر نظامی و زخمی کردن 342 تن دیگر تنها در یک ماه اخیر متهم می سازد. اما طالبان حکومت را عامل کشته و زخمی کردن 68 غیر نظامی در یک هفته متهم می کند.